الله تبارک و تعالی دنبال بهانه میگرده که تو رو ببخشه، تو رو بیامرزه، گذشته تو جبران بکنه، تو رو تبدیل بکنه، به تو بها بده، به تو قیمت بده، به تو هویت بده، به تو کرامت بده، سعادت بده، شخصیت بده، افسردگی رو از تو دور بکن، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش با ذکر خدا و یاد خدا بیاد. اگر بیایی در بازه این توبه چه نعمتیه. فکر نمی کنم تو لغتنامه ها اگر بگردیم دنبال واژه‌ای که این همه نوید و این همه امید و به انسان بده برای یک زندگی دوباره، برای بلند شدن، واژه‌ای زیباتر و امیدوار کننده تر از توبه باشه که این توبه با شروطش وقتی تحقق پیدا میکنه. سبحان الله، چه خواننده های پاپی که تا غرغره غر شده بودن از عیشونوش های کاذب، از فحشا، از فساد، از هر چیزی که بگید. یکیشون کاتی استیفنز که خواننده پاپ مشهور انگلیس بود، اروپا بود، برید داستانش بخونید، خیلی تکان دهنده است. هیچ لذتی نبوده که این آقا نبره. تا دلت بخواد پول، تا دلت بخواد شهرت، تا دلت بخواد عیش و نوش، خوشگذرانی، تو قلب لندن بسل میگیره. داستانش رو بخونید. یه کتابی هست، زندگی نامه بیش از 100 نفر از شخصیت‌های برجسته جهان و داستان اسلامشون رو به یک زبان شیوا و رسا و گویای مطرح میکنه، از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. عنوان این کتابه داستان کشیشایی که مسلمان شدن، رو به قبله اسلام ایستادن، داستان هنرپیشه هایی که مشهور در دنیا بودن چطوری توبه کردن مسلمان شدن، داستان ورزشکاران به نام، داستان فیلسوفان به نام مثل روژه جارودی که بزرگترین فلسفه‌دان خودش و همسرش فرانسه بود، بعد از 30 سال تحقیق رو به قبله علم میسته و میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. توبه دوباره هویت از دست رفته رو دوباره پیدا کردنه. بعد از اینکه رابطه ای انسان با قیچه معصیت قطع میشه، قطع میکنه ابلیس، دوباره این وصال شکل میگیره. چه سوزی ایجاد میکنه وقتی یه نفر به بیراهی میره، به انحراف کشیده میشه، بعد دوباره راهشو پیدا میکنه، برمیگرده، چه سوزی براش ایجاد میکنه. سبحان الله، چه شور و شوقی و شعفی براش ایجاد میکنه دوباره آشتی کردن با الله مهربان. میگم هیچ واژه زیباتر از توبه در لغتنامه ها نیست. خیلی ساده میتونه بر بگردید، نیازی به کسی هم ندارید، فقط تصمیم بگیر خودتو خودش. اصلا نیاز نیست به کسی بازگو بکنی من این کار کردم، فقط خودش. برادر مستطار تو سلام 4 یا 5 بود اگه اشتباه نکنم، داستان بابا آدم و ماما حوا رو تلاوت میکرد، خیلی تکون دهنده بود. انسان به 3 علت گناه میکنه، یا از روی تکبره،
رای یا از روی جهل و نادانی است یا از روی ضعف و اراده هست و غفلته. باور بکنید که گناه 90% بچه های ما، جوانای امت اسلامی، از روی ضعف اراده است، از روی غفلته، نه اعلام جنگ با خداست، نه از روی جهل و نادانیه. الحلال و بین و الحرام و بین. حلال و حرام دیگه امروز آشکارتر از هر چیز شده. بچه کوچیکم میدونه این بده، این خوبه. ولی با وجودی که میدونیم بازم چه؟ ضعف اراده داریم. اگه از روی تکبر باشه ممکن نیست، خیلی خطرناکه. دو نفر گناه کردن، یکی از روی تکبر بود، یکی از روی ضعف اراده و غفلت بود.